با سلامی گرم و درود فراوان به بینندگان برنامه ضیافت در این سیاره زندگی ساز، در هر کجا که ما رو می‌بینید براتون سلامتی و تندرستی آرزو می‌کنم. مهمان برنامه ضیافت نادر بقا هست. نادر بقا چهره آشنا برای اهل هنر. نادر بقا رو از سالهای خیلی دور می‌شناسم، از ایران به صورت جدی به دنبال آهنگسازی رفت، نوازنده قدر پیانو بود و یکی از نقاط روشنی که در کارهای اون همیشه به چشم می‌خوره این فعالیتی است که در رابطه با بچه‌ها می‌کنه. یعنی فعالیتی است که همیشه در حال آموزش، همیشه با گردآوری بچه‌های ایرانی، می‌خواد در رابطه با فرهنگ ایران و پویای اون تلاش بکنه. فیزیس که به توضیح احتیاجی نیست که امکانات خیلی کمه، ولی اون همیشه با عشق یه سقف درست کرده و این بچه ها رو جمع‌آوری میکنه و کنسرت های مختلفی میده. و بعد من خودم افتخار داشتم که بسیاری از کاراشو در استودیو بزنم با یا به صورت سولو و بچه های دیگه. به هر روی ما موزیسین ها بیشتر اونو عمو نادر صدا میکنیم. منم بهش سلام میکنم، بهش خوش آمد میگم. نادر بقا، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه فارسی زبانایی که صدای ما رو میشنن. من خیلی ممنونم نادر جان. مدت ها بود که ازت خواهش کرده بودم که بیای، که گرفتار کارات بودی و قبل از اینکه خب یه مقدار راجع به سیدیات یا آثارت، چطور شد که اصلا با موسیقی آشنا شدی؟ از طرف خانواده بود یا چه اتفاقی افتاد؟ اجازه بدید که من به طور رسمی بگم که همونطوری که می نویسیم تو مشخصات که نادر بقا متولد 1335، نام پدر شکرالله، زاده تهران. نخیر، ما توی فامیلمون اصلاً هیچ موزیسین نداشتیم، اما اولین چیزی که یادم میاد این است که من 4 یا 5 سالم بود، توی یه باقی در نزدیک تجریش مهمونی بود، همه بچه ها بازی میکردن و خوشحالی میکردن و من قیافه خودم رو یادم میاد که مبهوت اون آقایی که ویولون میزد شده بودم، که آیا این آرشه چسبیده؟ تا موقعی که میزد آرشه چسبیده بود و بعد که ورداشت، من فکر میکنم اولین دفعه‌ای که خودم فهمیدم اینقدر عاشق موسیقی هم اون موقع بود. و بعدش نخیر، بعدش چون هیچ وسیله‌ای نبود، تا سن 14 سالگی ادبیات خیلی دوست داشتم و میخوندم. از سن 14 سالگی از کلاس 9 دبیرستان عوض کردم و رفتم به دانشسرای هنر. از اونجا ادامه دید؟ بله. من با موافقت کارگردان برنامه خواستم بریم یه کار تو رو گوش بدیم، بذاری تست برنامه عوض شه. حالا خیلی سال دارم ازت، برمیگردیم تو استودیو. شهر جو، ما در اختیار تو این بزن بریم این کار نادر بقا، مهمان برنامه نور. به برنامه ضیافت نگاه میکنید. همون جوری که اطلاع رسونی کردم، نادر بقا کمپوزر، آهنگساز، پرفورمر، اجرا کننده، ساز پیانو، مهمان برنامه هم است. قطعه سولوی هم که شنیدید اسمش از نور، که خود نادر بقا هم اجرا کرده بود و هم آهنگسازیش به عهده بود. نادر جان، یه توضیح بده که انگیزه تو برای نوشتن این قطعه چی بود؟ یعنی اینا یه مجموعه هست؟ انگیزه من برای نوشتن این قطعه و قطعات مشابه این است که اولا متکی به کسی نباشم و بتونم توی استودیوی خودم کار بکنم. به همین دلیل است که اعم از اجرا و ضبط و تصویر و یکی از مهمتریناش این بود. و بعدی این بود که
شما داشتید پشت صحنه به من میگفتید یه جورایی صدای ساتی میده، راست میگید، یعنی دلم میخواد که ما برگردیم به اون اوائل قرن بیستم که مردم دیگه از این ریتم های تکراری، از مدل های تکراری اینها رو عوض بکنیم و چیز تازه به وجود بیاریم، یعنی مدلی که نه در بند ماژور باشیم، نه مینور باشیم، نه فریجیان باشیم، نه ابواتا باشیم و غیره، به آزادی دستمون رو بذاریم رو پیانو و به آزادی از نور چراغ ماشینا شب بعد از بارون فیلم بگیریم بذاریم روش، که شد اینی که دید. خود ویدیو هم که خودت؟ بله، من ویدیو و ادیتینگ و همه رو عرض کردم. چقدر خوبه که خودت این کار رو انجام میدی. در شروع برنامه اشاره کردم که یکی از نقطه های روشنی که من تو کار تو در سالهای از گذشته که از ایران با داشته بودم، همیشه دنبال آموزش به بچه ها بودی و یه نوعی که اگه منم با سلام شروع کردم امو نادر، به خاطر اینکه خیلی نسل نوجوان و جوان رو دوست داری و همیشه در کنارشون هستی. آیا این برای چیه این اتفاق میفته؟ اینا سابقه تاریخی داره. پدر بزرگ بنده در رشت اولین مدرسه دو زبانه، یعنی فارسی و روسی رو، ایشون معروف بود به گاسپادین، اولین مدرسه دو زبانه رو ایشون درست کرد در رشت. این مال قبل از رضا شاه هست، هنوز رضا شاه رو کار نیومده. بنابراین این موضوع فرهنگی در خانواده ما سابقه داره. از این طرف خاله هام معلم و دبیر و استاد بودند. پس بنابراین این عشق به تدریس بوده است. من هم از خیلی زود شروع کردم، از فکر میکنم 16 سالگی خودم وقتی که درس 90 کتاب بیر رو زدم، از اون موقع شروع کردم شاگرد گرفتن. بنابراین تجربه و سابقه هم مقدار زیادی کارسازه که به عنوان معلم وقتی میخوای یه چیزی رو بگی چطور توضیح بدی که طرف بگیره. شما به عنوان معلم باید چندین ترفند داشته باشید که اگر این نگرفت بعدی بعدی بعدی، تا اینکه موضوع برای طرف جا بیفته. بر صورت خوشحالم از اینکه با بچه ها کار کردم. تو خودت دوست من هستی توی فیسبوک و من الان از این حدود 1000 تا دوستی که دارم توی فیسبوک، مقدار زیادیشون، میخوام بگم شاید 800 تا 800 تا اینا شاگردای سابق من هستن یا بچه هاشون، بله، که با هم هنوز در ارتباطیم. میبینی همایون جان، یه رابطه ای که تو بچگی با طرف درست کنی، الان مثلا خانم دکتر چند تا بچه داره و هنوز رابطه بسیار بسیار صمیمانه است و از این بابت خدا رو سپاس گذارم. خیلی خوشم. در زمینه خودت موقعی که با ساز پیانو آشنا شدی، میدونم که آهنگسازی کریم گوگشی و اساتیدی که در دانشگاه بودن، اونا خیلی موثر بودن در این کار آهنگسازیت و فراگیریت، ولی در زمینه پیانو با کی کار کردی؟ در زمینه پیانو در هنرستان با خانم پاطما گریان پیانو میزدم، بعد اومدم دانشکده و با خانم پریه برکشلی. میدونی که در پاریس؟ بله بله، ایشون اون موقع هم تازه از پاریس برگشتن و در واقع سال 55 که ورودی من بود بیش از 3 سال نمودن، باز دوباره برگشتن فرانسه. میدونی که خواهرم داشت آریانا بکشلی؟ بله، ایشون هم کلاس من بود. بله، در نیویورک بنده بودن، خانم معلم دشیفر ما بودن. و همین اخیراً هم در یک سمیناری یک کاری نوشتن بر اساس
کارهایی که محمود دولت آبادی کردن. بله بله. و اونجا اجرا کردن و کار بسیار زیباست. بله بگیم من گوش میدم. خدا به سلامت بدارد اینها رو همه رو. و باید از معلم آهنگسازیم در دانشگاه آقای شاهین فرحت بله. بگیم که در واقع معلم ما ایشون بود اونجا. معلم دیگری که بسیار دوست می داشتم و در دانشگاه به تازگی از دست دادیم آقای داریوش صفت دکتر صفت که الان که هنوز اسمشون رو میارم یه طوری میشم، برای اینکه آقای دکتر صفت واقعا حق بزرگی حق استادی رو برای بنده به جا آوردن کاملا. درود بر تو. در اصل وقتی که نادر بقا از اسامی از هنرمندانی مثل پری بکشلی که سالها در محضر اولوی مسیان در کنسرواتوار پاریس بوده و بعد الان هم در جاهای مختلف تدریس میکنه، وقتی که سخن به میان میاره، وقتی که از آریانا بکشلی خواهر اون که در نیویورک مقیمه و هر دو از فرزندان برومند دکتر مهدی بکشلی هستن که کتابهای بسیاری داره، سالها رئیس دانشگاه موسیقی دانشگاه تهران بود، وقتی که از شاهین فرحت اسپیار شاهین فرحت من افتخار داشتم که کوارتتاشو زدم و یکی از کارهای خیلی ارزنده شد در تمام کشورهای اروپای شرقی، اروپای غربی، شوروی سابق با حسین سرشار و رهبری لوریچک نواریان اجرا کردیم روی شعرهای حافظ. وقتی که از دکتر صفت میگه ایجاد حفظ و احیای موسیقی و تلاشای اون که کرد و کارهایی که بر صورت ارائه داد در زمینه هنری تحقیقاتی کرد، مگه میشه توی برنامه تلویزیونی با چند دقیقه صحبت؟ اینها پایه‌های فرهنگ ایران هستن و ساعت‌ها باید راجع به اینا صحبت بشه و من فکر می‌کنم هر هنرمندی وظیفه داره که اینا رو به نسل‌های نسل خودش بیشتر بشناسونه و البته از حوصله این برنامه خارجه، حتما نادر بقا میتونه ساعت‌ها راجع به دکتر صفت یا دکتر مهدی بکشیری یا دکتر تقی مسعودی، علیرضا مشایخی آهنگساز، بسیاری اینقدر اسمای زیاد هستن، من به همشون درود میفرستم. احساسی شدم بریم یه دیویدی ببینیم از نادر بقا، برگردیم باز باش صحبت بکنیم. با درود فراوان بینندگان برنامه ضیافت، یکی دیگر از آثار نادر بقا که خودش آهنگسازی کرده بود به نام شط و اجرا کرده بود شنیدیم. میخواستم به نادر جان سوال کنم، من وقتی که به موسیقی های تو گوش میدم در کارهای سازیت ارکسترالت هم وقتی که استفاده میکنی از این موتیوا یا این گام ها و رنگ آمیزی ها، همیشه دنبال یک سوال هستی، دنبال، حالا نمیخوام، میخواستم بگم که یه مقدار تاریکه. خودم هم یه تجربه آهنگسازی دارم، من که خودم اگه بخوان از من سوال کنن میگم به خاطر این مهاجرت بوده و جدا شدن از اون ریشه هامون و اینا، ولی میخواستم انگیزه تو که آهنگسازی رو به صورت حرفه‌ای انجام میدی که وقتی که کاراتو که گوش میدم یه ابهام توش میبینم، یه ابر میبینم توش، این میخواستم از زبان خودت بشنوم. من خیلی خوشحالم اگر این برای من کمپلیمان هست، اگر شما بگید سوال و ابهام توی این شنیدید، برای اینکه راستش بخوای اصلا مقصود من همین بوده. یعنی ایجاد سوال این بهترین تعریفی میشه، تعریفی هست که میشه از کار من کرد. اگر این سوال رو ایجاد کردم خیلی خوشحالم و با تمام این جک و جونه برا بالاخره کار خودم رو کردم، سوال رو ایجاد کردم. این کاری که من اخیراً اجرا کردیم لالایی، اون در چه بخشی از کار آهنگسازیتون بود؟ اون در واقع در آلبوم آوازهای یادگار به عنوان یه ترک هست، یه ترک برای خودش خانم شهلا ساروخانی خوندن، حضرت عالی زحمت ویولونسلش رو کشیدید و در واقع یک کوارتت
هست برای گیتار و فلوت و ویولونسل. سیدی دیگه ای که دارین اون در چه ارتباط است؟ سیدی دیگر که سیدی ریشه ها باشه، در واقع مجموعه 15 ترانه است برای کودکان و نوجوانان، منتخبی است. این رو بعد از تجربه کودکانه و جوانه، ببینید من در 95 وارد امریکا شدم، 98 سیدی کودکانه، کودکانه سیدی بود 1 2 3 اتل متل تو طوله الف ب و و و اینجور چیزا، این شد کودکانه. بعد جوانه یه سری سنت ها و مراسم ایرانی مثل نوروز، سیزده به در، مهرگان، ترانه‌هاش اینا بود، اونم 12 تا ترک بود. بعد از اون تجربه کودکانه و جوانه من اومدم یه جمع‌بندی کردم و این دفعه دیگه بدون شعر دیگری و یا آهنگ دیگری، فقط با متن خودم، شعر خودم و آهنگ‌های خودم این سیدی ریشه ها رو درست کردم که دردسر ثبت و اینها نداشته باشم، چون شما میدونید وقتی میخوایم کار رو به ثبت برسونیم میگن رضایت شاعر و رضایت، به این ترتیب بود که با کمک آقای پرویز رحمان پناه، بله ایشون کارای استودیویی ریشه ها رو کردن و سیدی ریشه ها اومد. در اصل این کارهای تو الان اگر بخوایم تهیه بکنیم در مغازه ایرانی هم میتونیم؟ بله، میوزیک باکس میتونن کارهای تو رو. بله کارهای من وقتی که یه مقداری از این اساتید صحبت کردی، از هنرمندانی که در این سالها کمتر اسمشون به گوش و یا به حالا دیدی بشون، یه مقداری از این اسما برای من لطفاً اگر میشه، افرادی که افرادی که بیشتر تاثیرگذار بودن و خب خیلی هم جنس منی، میخوام بریم دنبال یه مقدار این اسما. خب پس من از یه خاطره در مدرسه ایران فردا 1344-5 بگم. در مدرسه ایران فردا در خیابان بهار درس می‌خوندیم. آقای افشین اومدن اونجا در رادیو بزن. بله، در ارکستر رادیو بود، با مارسل بود بعدتر، اما اون موقع جوانی بود ایشون. حالا من نگرانتون دارم، مارسل استپانیان هم که می‌دونیم مقیم شهر ماست. بله بنده دیدم مارسل رو چند وقت پیش دیدمش. بیشتر به خاطر بیننده اشاره می‌کنم. بله بسیار عزیزن همشون. آره اولین بار ایشون بودن که ربع قرن اگر شاه چه ترانه های قشنگی رو اون موقع به عنوان درس به ما، زنگ موسیقی داشتیم. بله. و آقای افشین معلم ما بودن. بعدها توی 13-14 سالگی وقتی فکر کردم که ناگهان آهنگساز شدم، یه بار یه شعری رو نوشتم و آهنگی رو با سوت زدم و هرچی گشتم کیو من پیدا بکنم اینو بهش نشون بدم، آقای افشین بعد از سالها گفتن بیا سرای تخت جمشید، یه استودیوی سینمایی بود اونجا، گفتن بیا اونجا. گفتم خب بگو ببینم چیه، بخون ببینیم. خوندیم و ایشون خب معلومه گفت که این شعرشو باید دست بزنی، آهنگم برادر اینطوری نیست که آهنگ بسازی. خلاصه ما از اونجا اومدیم بیرون، اما این برای من انقدر بود که بگیرم دنبال کارو. درست. و این از آقای افشین. اما بعدتر خیلی زیاد، خیلی زیاده از هنرمندان، آقای بذار مرحوم هوشنگ سنجری رو بگم. بله. که ناظم ما بود در دانشگاه. معلم من بود. معلم شما بود؟ بله بله. هوشنگ هوشنگ که رهبر ارکستر سمفونی بود. بله. هوشنگ من یک سالی در زیر نظر ایشون
به فراگیری ویلنسه. میدونی پسرش رامین نقاش میشناسید؟ بله رامین شما بگو که نمیشناسید. بریم یه ویدیو تو ببینیم اگه موافقی باز برمیگردیم صحبت میکنیم. با خوشحالی. به قسمت پایانی برنامه ضیافت رسیدیم، وقتی که با نادر بقا در استودیوش به گپ و گفتگو نشسته بودم، به من میگفتش که شاید این آثاری که قرار پخش کنی توی برنامه ضیافت از حوصله بیننده‌های تو شاید خارج باشه یا مثلا حوصله‌شو سره. گفتم نه، به خاطر اینکه بسیاری از آهنگسازا در سبک‌های مختلف در اروپا، آهنگسازهای مثل شوئنبرگ تا آهنگسازهای مثل اولیوی مسیان و بسیاری از افرادی که کارهایی میکردن که کارهای نو بود، حتی وقتی که استراویسکی پرنده آتشینش در پاریس اجرا کرد با اعتراض روبرو شد و شانل معروفی که همه از طریق مود باش آشتایی اون حمایتش کرد. به هر روی در از این نقطه های تفکر نادر بقاز که حل میشه در این نوتا، طبیعتا کارهاش کارهای مدرنه، کارهای اردشیر مؤسس هم مدرنه و مخاطبان خاص خودشو داره، ولی در کاراش خیلی صحبت داره، خیلی فریاد داره و به یه نوعی وقتی که هر موسیقی که داره هارمونی و کنترپوینت، هر موسیقی که داره قواعد علمی هست، وقتی که چند بار که گوش بدین، حتی شعر مدرنم وقتی که چند بار، وقتی که شما به سکوت سرشار از مارگوت بیکل، چیدن سپیده دن، بسیاری از کارهای پابلو نورادا، بعد کم کم حل میشه توی کلماتش و من ازش خواستم که حتما این کارا رو بذاریم و گوش بدیم و خودم کاراشو خیلی دوست دارم چون لباس خودشه، شخصیت خودشه و من بهش درود میفرستم و این دوربین و این فضا آماده است برای تمام بچه‌ای که عاشقانه چه موسیقی کار میکنن چه نقاشی میکنن. وقتی که یک گفتگوی من با دو سه نقاش باعث میشه که تابلوهاشون رو بفروشن در یه ایالت‌های دیگه، کشور دیگه، خیلی خوشحالم و در اصل به خودم میبالم که مخاطبینم افرادی هستن که دوستدار هنر راستین هستن و بهشون درود بفرستم. نادر جان میگم کم کم میخوایم بریم، اگر که پیغامی داری، صحبتی داری؟ بله، همه این شما الان همه حرفا رو گفتید، این همه کمپلیمان به من دادی، خیلی نه من برای من هست. شاهد هستم که سال هاست دارید در یه سقف مهربانی کار میکنید و میخواستم اینجا از هم سقفت همسرت سپاسگزاری کنم که همیشه در همه شرایط شما رو حمایت کرده و به هر صورت حتما موقعی که تو داری آهنگسازی میکنی یا به یک جریانی فکر میکنی که این نوتا رو در میاری، شاید موقعی خوبی نباشه ولی تنها کسی که همیشه باهات هست اون هم سختته. البته و میخواستم یه بار با دوربین بیام، دیدم که کار گروهی با بچه ها میکنی و یه بار توی برنامه بودم دیدم خودت با اونا آکاردو میزنی، خیلی برام لذت بخش بود شور و شوقی که تو بچه‌ها دیدم. دیدم ساعت‌ها بچه‌ها اومده بودن که کی ما بریم رو استیج، بابا دو سه ساعت دیگه است و اون علاقه‌ای که کمتر در بچه‌ها اینجا می‌بینم چون کارهای مختلف می‌کنن و اون علاقه تقسیم میشه تو اون کارا، ولی می‌دیدم که چقدر عاشقانه دنبال اون برنامه رشته موسیقیشون هستن. بله، یک فکر می‌کنم الان 10 سالی می‌گذره که یه ارکستری برای بچه ها آوردیم، تا حالا اینطور این اتفاق نیفتاده که برای بچه ها رو اینقدر جدی بگیرن که برایشون ارکستر بیارن و کور بیارن و اما این کار رو کردیم با کمک نادره سالارپور عزیز، دوست و خواهر مهربانم و اون یادگارهایی که مونده اصلش هست. میدونم که همیشه با نادر و جمشید شما کار میکنید. بله بله، افتخار داشتم. بله البته دیگه آخر برنامه است ولی میخواستم که حالا توی یه برنامه دیگه یه مقدار میریم ببینیم که چرا اینقدر آثاری که
در ارتباط بچه‌ها بوده، وقتی مقایسه بکنیم البته که خیلی آثاری نوشته شده، ولی باز در ارتباط با آثاری که در رابطه با چیزای معمولی بوده خیلی کمه. یعنی خیلی خیلی این در اصل وقتی که میریم تو این قطعه ها میبینیم که خیلی عددش پایینه این شماره، و جا داره که بیشتر برای بچه ها کار بکنیم. در اصل بچه هایی که میتونن جایگزین بشن و موسیقی هم یه زبانیه که میشه به وسیله اون خیلی چیزها رو به بچه ها آموزش داد. محبت بله. من میدونم که خیلی گرفتار هستی از اینکه استودیو ما رو سابسکرایب کردی، ازت سپاسگزاری میکنم. خدافظی کن و بریم یکی از ویدیوهاتو ببینیم و قبلش هم خدافظی کنیم. همگی رو به خدا میسپارم و خیلی ممنون از اینکه تحمل کردید. سپاسگزارم. کم کم به پایان برنامه ضیافت رسیدیم. براتون یک هفته آفتابی، شب‌های پرستاره آرزو میکنم. تا برنامه بعد، روز و روزگار بر شما خوش.
تنها با شیدایی می سرایم می دانم دوه هجران تی خواهد شد تو می